کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید. انسان و سمبول‌هایش، نوشته کارل گوستاو یونگ و برخی دیگر از روانشناسان و محققان معاصر با وی. کتاب انسان و سمبول‌هایش چشمانداز روشنی از اثرات اسطوره‌ها و سمبول‌ها در اشخاص به طور فردی و جامعه با عنوان مهمترین رکن شاکله فرهنگ پیش روی قرار می‌دهد. صفحه 136. حتی یک شخص بسیار هوشمند نیز ممکن است به سبب فقدان قوه شهود یا احساس عاطفی به خطا رود. صفحه 137. تصویر مراسم دفن با قایق در یکی از قبایل امریکای جنوبی را نشان می‌دهد. مرد مرده را همراه با غذا و لباس لازم برای سفر در قایق خود گذاشتند. سمبول ها و اعتقادات مذهبی به زندگی انسان ها معنی می بخشن. ادامه متن. در تلاش خود برای درک سمبول ها نه تنها با خود سمبول روبرو هستیم، بلکه در برابر تمامیت فرد به وجود آورنده سمبول قرار داریم. اینم شامل بررسی سابقه فرهنگی اوست و در جریان کار شخص بررسی کننده شکاف‌های بسیاری را در تعلیم و تربیت خود پر می‌کنند. من شخصاً از این قاعده پیروی می‌کنم که هر موردی را مانند یک قضیه جدید تلقی کنم که حتی الفبای آن را هم نمی‌دانم. جواب‌های مأنوس هنگامی که با ظاهر موضوع سر و کار داریم ممکن است عملی و مفید باشند، ولی به محض اینکه به مسائل اساسی می‌رسیم خود زندگی مطرح می‌شود و در این صورت حتی درخشان‌ترین مفروضات نظری نیز به واژه‌های بی‌ثمر تبدیل می‌شوند. نیروی تخیل و قوه شهود برای فهم ما دارای منتهای اهمیتند. وگرچه عقیده معمول عام این است که این دو بیشتر برای شاعران و هنرمندان پرارزشند و در امور محسوس نباید به آنها اطمینان کرد، حقیقت این است که به همان اندازه در تمام مدارج عالی علوم جنبه حیاتی دارند. در اینجا آنها منظماً نقش مهمتری را ایفا می کنند، نقشی که نقش هوش تعقلی و کاربرد آن را در یک مسئله اختصاصی تکمیل می کند. حتی فیزیک، دقیق ترین تمام علوم عملی، تا حدی حیرت انگیزی به درک شهودی که از راه ناخودآگاه عمل می کند بستگی دارد. هرچند ممکن است بعدن روش‌های منطقی را که می‌توانستند شخص را به همان نتیجه درک شهودی برسانند نشان داد. درک شهودی لازمه تعبیر سمبول هاست و غالباً ما را مطمئن می‌سازد که سمبول ها فوراً مورد تفهیم رویابین قرار خواهند گرفت.
گرچه چنین حدس و ظن مساعدی ممکن است به طور ذهنی متقاعد کننده جلوه کند، اما در این حال امکان دارد تا حدی خطرناک باشد، زیرا که ممکن است به احساس ایمنی کاذب منتهی شود. مثلا ممکن است هم معبر و هم رویابین را به ادامه یک رابطه گرم و نسبتاً راحت سوق دهد که شاید به نوعی رویای متقابل بیانجامد. اگر به رضایت خاطر مبهمی که ناشی از فهمیدن از روی ظن است اکتفا شود، احساس مطمئن معرفت عقلانی و فهم اخلاقی از میان می رود. شخص فقط در صورتی می تواند بداند و توجیه کند که درک شهودی را به معرفت دقیق حقایق و ارتباط منطقی آنها تحویل کرده باشد. یک پژوهشگر صادق ناچار باید اذعان کند که همواره این کار را نمی تواند بکند، اما عدم توجه به آن نیز برخلاف صداقت است. حتی دانشمند نیز موجودی است انسانی. از این رو طبیعی است که مثل دیگران از چیزهایی که قادر به توجیه آنها نیست متنفر باشد. معمولاً به این تصور نادرست برمی‌خوریم که آنچه امروز می‌دانیم همان چیزی است که تا ابد امکان دانستن آن را خواهیم داشت. هیچ چیز از یک تئوری علمی، یعنی فقط کوششی زودگذر برای توجیه حقایق و نه حقیقت قائم به ذات و جاودانی، آسیب پذیرتر نیست. صفحه 139. نقش سمبول‌ها. وقتی که روانپزشک به بررسی سمبول‌ها علاقه‌مند می‌شود، بیشتر متوجه سمبول‌های طبیعی است که با سمبول‌های فرهنگی فرق دارند. سمبول‌های طبیعی از محتویات ناخودآگاه روح سرچشمه می‌گیرند و از این رو معرف تنوع عظیم در جلوه‌های کهن‌الگوهای اصلی هستند. در بسیاری از موارد می‌توان هنوز همان‌ها را تا ریشه‌های کهنشان ردیابی کرد. یعنی به افکار و تصویرهایی که ما در نوشته‌های باستانی یا در جوامع ابتدایی می‌یابیم. برعکس سمبول‌های فرهنگی آنهایی هستند که برای بیان حقایق ابدی به کار رفته و هنوز در بسیاری از ادیان به کار می‌روند. آنها دستخوش تغییرات بسیار و حتی یک جریان تحول طولانی و کم و بیش خودآگاه شدند و بدین ترتیب به تصویرهای گروهی تبدیل شدند که مورد قبول جوامع متمدن است. با این همه، این گونه سمبول‌های فرهنگی قسمت عمده‌ای از نیروی فوق طبیعی اولیه جادویی خود را حفظ کردند. آنها می‌توانند واکنش هیجانی عمیقی را در بعضی اشخاص برانگیزند و به سبب دارا بودن این بار روانی، کنشی دارند که تا حد زیادی به کنش پیش‌داوری‌ها شباهت دارد. اینها عواملی است که روانشناس باید به حساب آورد. اشتباه محض است که ما آنها را به این علت کنار بگذاریم که از لحاظ عقلی سخیف و نامربوط به نظر می رسند. این عوامل اجزای مهم شالوده ذهنی ما و نیروهای حیاتی لازم در ساختن جامعه انسانی است و نادیده گرفتن آنها زیانی جبران ناپذیر در بر دارد. هر وقت که آنها را سرکوب کنیم یا نادیده بگیریم، نیروی خاص آنها با عواقبی غیر قابل پیشبینی در ناخودآگاه ناپدید می شود. نیروی روانی که ظاهراً بدین گونه از دست رفته است، در حقیقت آنچرا که در ناخودآگاه بالاتر از همه قرار گرفته است، شاید تمایلاتی را که تا کنون فرصت ابراز وجود نداشتند یا به آنها مجالی برای وجود در خودآگاه داده نشده است، زنده و تشدید می کند. این گونه تمایلات یک سایه همیشه حاضر و ذاتاً مخرب در برابر ذهن خودآگاه ما تشکیل می دهند. حتی تمایلاتی که در بعضی شرایط ممکن است تأثیر سودمندی داشته باشند، وقتی که سرکوب شوند به شیطانهایی تبدیل می گردند. به همین جهت است که بسیاری از مردم خوشتینت به نحو محسوسی از ناخودآگاه و ضمناً از روانشناسی می ترسند. از شما نشان داده است که معنی باز شدن درهای جهان زیرزمینی یعنی چه؟ وقایعی که عظمتشان در روزگار خوش و بی خطر دهه اول قرن حاضر به تصور هیچ کس در نمی آمد، اینک روی داده و جهان را زیر و رو کردند. از آن زمان به بعد جهان دستخوش یک حالت شیزوفرنی شده است. پاورقی شیزوفرنی
اسکیزوفرنیا SCHIZOPHRENIA نوعی جنون. ادامه متن. نه تنها آلمان متمدن نیروی ابتدایی وحشتناک خود را بیرون ریخته، بلکه روسیه نیز تحت تاثیر آن است و آفریقا به آتش کشیده شده است. در نتیجه جای شگفتی نیست اگر جهان غرب احساس ناراحتی می کند. انسان امروز نمی فهمد که عقل‌گرایی که قابلیت واکنش او را نسبت به سمبول‌ها و افکار فوق طبیعی از میان برده است، تا چه حد وی را در برابر جهان زیرزمینی روانی عاجز ساخته است. بشر خود را از قید خرافات رها کرده است، یا لااقل خود او چنین می‌پندارد. اما در این جریان ارزش‌های معنوی خود را تا میزان خطرناکی از دست داده است. سنت‌های اخلاقی و معنوی او متلاشی شده و او اکنون بهای این متلاشی شدن را به صورت سرگشتگی و گسیختگی جهانی می‌پردازد. مردم شناسان آنچه را که هنگام به خطر افتادن ارزش‌های روحی یک جامعه ابتدایی بر اثر برخورد با تمدن امروزی روی می‌دهد، غالباً تشریح کردند. افراد این جامعه معنی زندگی خود را از دست می‌دهند و سازمان اجتماعیشان از هم می‌گسلد و خودشان اخلاقاً فاسد می‌شوند. اینک ما هم دچار همان وضع شده‌ایم، ولی ما هرگز واقعاً نفهمیده‌ایم که چه چیز را از دست داده‌ایم، زیرا که رهبران روحانی ما متاسفانه بیش از آنچه که به درک راز سمبول‌ها علاقه‌مند باشند، به حفظ نهادهای خود دل بسته بودند. پاورقی نهادها institutions INSTITUTIONS ادامه من معتقدم که ایمان منافی فکر که قوی ترین سلاح انسانی است نمی باشد، ولی متاسفانه بسیاری از صاحبان ایمان ظاهراً آنقدر از علم و در ضمن از روانشناسی می ترسند که از نیروهای فوق طبیعی که تا ابد سرنوشت انسان را کنترل می کنند غافلند. ما همه چیز را از جنبه های مرموز و فوق طبیعی خود محروم ساخته ایم. دیگر هیچ چیز مقدس نیست. در اثار اولیه پس از آن که تصورات غریزی در ذهن انسان پدیدار شد، ذهن خودآگاه او بدون شک توانست آنها را به صورت یک الگوی روانی همساز درآورد. پاورقی همساز coherent coherent ادامه من. اما انسان متمدن دیگر قادر به انجام چنین کاری نیست. خودآگاه پیشرفته او خود را از وسایلی که کمک‌های جنبی غرایز و ناخودآگاه به وسیله آنها قابل جذب می‌شوند محروم ساخته است. این وسایل تلفیق و توحید همان سمبول‌های فوق طبیعی بودند که با موافقت عامه مردم مقدس شمرده می‌شدند. امروز ما مثلا از ماده سخن می‌گوییم و خواص فیزیکی آن را وصف می‌کنیم و برای نشان دادن برخی از جنبه‌های آن به تجربیات آزمایشگاهی دست می‌زنیم. اما کلمه ماده یک تصور خوش، غیر انسانی و صرفاً عقلانی است، بیان که حاوی هیچ گونه معنی روانی برای ما باشد. تصویر سابقه ماده، بزرگ مادر، که می توانست معنی عاطفی عمیق مادر زمین را در بر گیرد و وصف کند، با مفهوم کنونی آن چقدر فرق دارد؟ پاورقی بزرگ مادر Great Mother GREATMOTHER مادر زمین Mother Earth MOTHERE EARTH ادامه من. به همین ترتیب آنچه که سابقا روح بود اکنون با عقل یکسان شمرده می شود و بدین گونه دیگر پدر همه نیست. این روح به افکار محدود من انسان تنزل یافته و در نتیجه کارمایه عظیم عاطفی که در تصویر پدر ما نمودار است در بیابان عقل منطق بافی ناپدید شده است. این دو اصل کهن الگویی اساس نظام‌های متضاد شرق و غرب را تشکیل می‌دهند.
اما توده های مردم و رهبرانشان تشخیص نمی دهند که اساساً فرقی میان این که اصل جهان را مذکر بدانند و پدر، روح، بنامند چنان که معمول کشورهای غربی است یا مؤنث و مادر، ماده بپندارند چنان که معمول کمونیست هاست وجود ندارد. ما اساساً درباره هیچ یک از اینها چیزی نمی دانیم. در اعصار قدیم این اصلها را در انواع شعائر مذهبی می پرستیدند و این امر لااقل اهمیت روانی انسان را از نظر آنان می رساند. اما اکنون همه اینها به مفاهیم صرفاً مجرد تبدیل شدند. به همان میزان که فهم علمی افزایش یافته است، به همان اندازه هم جهان از جنبه انسانی عاری شده است. انسان خود را از جهان جدا ساخته است، زیرا دیگر با طبیعت سر و کار ندارد و همانندی ناخودآگاه عاطفی خیش را با پدیده های طبیعی از دست داده است و این پدیده ها نیز معنی سمبولیک خود را گم کردند. دیگر نه رعد صدای یک خدای خشمناک است و نه برق تیر انتقام جویانه او. هیچ رودی حاوی یک روح، هیچ درختی نشانه اصل زندگی انسان، هیچ ماری تجسم خرد و هیچ غاری خانه یک غول بزرگ نیست. هیچ صدایی اکنون از سنگها، گیاهان و حیوانات با او سخن نمیگوید و بشر کنونی نیز دیگر با آنها سخن نمیگوید و اعتقاد ندارد که صدای او را میشنوند. تماس او با طبیعت قطع شده و کارمایه عاطفی عمیقی که این ارتباط سمبولیک به او میداد از میان رفته است. این فقدان عظیم را فقط سمبول‌های رویای ما جبران می‌کنند. این سمبول‌ها طبیعت اصلی ما را، غرایز و گرایش‌های این طبیعت را نمودار می‌سازند. اما بدبختانه سمبول‌ها محتویات خود را به زبان طبیعت که در نظر ما عجیب و نامفهوم است بیان می‌کنند. این امر ما را با این تکلیف روبرو می‌کند که زبان طبیعت را به کلام عقلانی و به مفاهیم زبان روزمره که خود را از زوائد ابتدایی و مخصوصاً از شرکت مرموز خود با چیزهایی که وصف می‌کند آزاد ساخته است ترجمه کنیم. امروزه وقتی که ما از اشباح و سایر موجودات فوق طبیعی سخن می‌گوییم، دیگر آنها را نزد خود نمی‌خوانیم. دیگر قدرت و جلال از چنین کلماتی که یک زمان نیرومند بودند رخت بربسته است. ما دیگر به اوراد جادویی اعتقاد نداریم. دیگر محرمات متعدد و محدودیت‌های مشابه آنها برای ما وجود ندارد. پاورقی محرمات تابوز TABOOS ادامه متن و جهان ما گویی از عناصر خرافی فوق طبیعی مانند ساحره ها، گول ها و جن ها صرف نظر از چیزهای عجیب دیگری مانند انسان تبدیل به گرگ شده، خفاش ها، ارواح جنگلی و سایر موجودات عجیب دیگری که جنگل های مسکن مردم ابتدایی را پر کرده بودند ضد عفونی شده است. به سخن دقیق تر، سطح جهان ما گویی از تمام عناصر خرافی و غیر تعقلی پاک شده است. با این همه، اینکه آیا جهان حقیقی درونی انسان، نه افسانه های ناشی از آرزوی تشفی امیال نیز، از عوالم ابتدایی آزاد شده است یا نه، موضوع جداگانه است. آیا عدد 13 هنوز برای بسیاری از مردم نحس نیست؟ آیا هنوز عده زیادی از افراد گرفتار پیش‌داوری‌های نامعقول، فرافکنی‌ها و خیالات واهی کودکانه نیستند؟ یک تصویر واقعی از ذهن انسان بسیاری از این آثار ابتدایی و بازمانده‌های آنها را که هنوز نقش خود را ایفا می‌کنند، بدان سان که گویی در 500 سال اخیر هیچ تغییری در آنها حاصل نشده است، آشکار می‌سازد. توجه به این نکته بسیار مهم است. انسان امروز در حقیقت مخلوط عجیبی است از خصایصی که طی قرن‌های طولانی از تحول روانی تحصیل کرده است. این موجود مختلط انسان و سمبول‌هایش است که مورد بحث ماست و ما باید محصولات ذهن او را به دقت بررسی کنیم. در وجود او شکاکیت و اعتقاد علمی با پیش‌داوری‌های کهنه، عادات منسوخ فکری و احساساتی، سوء تعبیرهای لجوجانه و جهل کورانه
پهلو به پهلو می‌زنند. چنینند موجودات انسانی معاصر که سمبول‌ها را به وجود می‌آورند، سمبول‌هایی که مورد پژوهش ما روانشناسان است. برای توضیح این سمبول‌ها و معنی آنها مهم این است که بدانیم آیا نمودهایشان به تجربه شخصی صرف محدودند یا اینکه رویا آنها را برای منظور خاص خود از یک ذخیره معرفت عمومی خودآگاهانه انتخاب کرده است. مثلا رویایی را در نظر بگیرید که در آن عدد 13 نمایان می شود. اینجا مسئله این است که آیا خود رویابین عادتاً آن عدد را نحس می پندارد یا اینکه رویا فقط به مردمی اشاره می کند که هنوز به چنین اوهامی معتقدند. جواب به این سوال در تعبیر رویا بسیار مؤثر است. در صورت اول، معبر باید این حقیقت را در نظر گیرد که شخص هنوز تحت تأثیر نحسی عدد 13 است و بنابراین در اتاق شماره 13 مهمانخانه یا سر میزی که 13 نفر دور آن نشسته باشند ناراحت می شود. در مورد دوم، عدد 13 ممکن است چیزی بیش از یک اشاره تحقیرآمیز یا اهانت‌آمیز نباشد. رویابین خرافی هنوز خود را گرفتار نحسی 13 احساس می کند و رویابین معقول عدد 13 را از تمام جنبه های هیجانی آن عاری کرده است. بحث فوق نحوه نمودار شدن کهن الگوها را در تجربه عملی نشان می دهد. این کهن الگوها در این حال همان تصاویر و عواطفند. فقط وقتی می توان از کهن الگوها سخن گفت که این دو جنبه مقارن باشند. وقتی که فقط تصویر وجود دارد، با تصویر کلمه سر و کار داریم که چندان اهمیتی ندارد. اما وقتی که تصویر با عاطفه آکنده شد، کارمایه روانی پیدا می کند، پویا می شود و مسلماً عواقبی در بر دارد. من به خوبی آگاهم که درک این مفهوم مشکل است، زیرا مجبور شده ام برای توصیف چیزی که خود ماهیت آن به تعریف دقیق در نمی آید از کلمات استفاده کنم. اما چون بسیاری از مردم کهن الگوها را مانند یک سیستم مکانیکی تلقی می کنند که می توان بدون فکر با آن پی برد، لازم به تأکید است که این صورتها فقط نام یا تصورات فلسفی نیستند، بلکه اجزایی از خود زندگی هستند که به طرز جدایی ناپذیری با پلی از عواطف به خود فرد زنده مرتبطند. به همین جهت هر گونه تعبیر قراردادی یا جهانی درباره هر کهن الگو غیر ممکن است. کهن الگو را باید با توجه به مجموعه وضع زندگی شخصی که با آن صورت پیوند یافته توجیه کرد. بدین گونه در مورد یک مسیحی با ایمان، سمبول صلیب را باید فقط با توجه به زمینه مسیحی آن تعبیر کرد، مگر اینکه در رویا دلیل قانع کننده‌ای برای تعبیر نوع دیگری بیابیم. حتی در آن صورت نیز باید معنی خاص مسیحی آن در نظر گرفته شود. اما نمی‌توان گفت که همیشه و در تمام موارد سمبول صلیب دارای معنی یکسان است. اگر چنین می‌بود، جنبه مرموز و قدرت حیاتی خود را از دست می‌داد و به یک کلمه محض تبدیل می شد. کسانی که لحن احساسی مخصوص کهن الگو را تشخیص نمی دهند، جز یک مش مفاهیم اساطیری به هیچ چیز دست نمی یابند. مفاهیمی که می توان آنها را طوری در هم بافت که هر چیزی هر نوع معنی دلخواه داشته باشد یا اصلا بی معنی باشد. تمام نقش های دنیا از لحاظ شیمیایی به یک دیگر شبیه هند، ولی افراد زنده چنین نیستند. کهن الگوها فقط وقتی به شکل زنده در می آیند که شخص صبورانه در کشف این امر بکوشد که چرا و چگونه آنها برای شخص زنده واجد معنی هستند. به کار بردن کلمات بدون فهم معنی آنها کار بیهوده است. این امر مخصوصا در روانشناسی صدق می کند که در آن ما از کهن الگوها نظیر روان زنانه، روان مردانه، مرد خردمند، بزرگ مادر و نظایر آنها سخن می‌گوییم. پاورقی روان زنانه آنیما A-N-I-M-A روان مردانه آنیموس A-N-I-M-U-S مرد خردمند Wise man W-I-S-E-M-A-N بزرگ مادر Great mother G-R-E-A-T
M-O-T-H-E-R. ادامه متن. انسان می تواند درباره قدیسان، خردمندان، پیامبران و سایر مردان خدا و تمام مادران بزرگ جهان چیزهایی بداند. اما اگر آنها فقط تصویرهایی باشند که جنبه معنوی آنها هرگز تجربه نشده باشد، بدان می ماند که شخص در خواب حرف می زند، زیرا که نمی داند درباره چه چیز سخن می گوید. در این صورت کلمات محض شما تهی و بی ارزش خواهد بود. سمبول ها فقط وقتی دارای زندگی و معنی می شوند که جنبه معنوی آنها، یعنی ارتباطشان با فرد زنده، در نظر گرفته شود. فقط در آن هنگام است که ملاحظه می کنید نام آنها چندان اهمیتی ندارد، در حالی که نحوه ارتباط آنها با شما مهم است. کنش سمبول سازی رویاهای ما بدین ترتیب کوششی است برای وارد کردن ذهن ابتدایی انسان به حوزه خودآگاهی پیشرفته یا متبلور، یعنی به جایی که هرگز قبلا در آن نبوده و از این رو هرگز در معرض درون نگری انتقادی قرار نگرفته است. زیرا در قرون بسیار قدیم آن ذهن ابتدایی تمام شخصیت انسان را تشکیل می داده است. به تدریج که انسان خودآگاهی یافت، ذهن خودآگاه او تماس خود را با قسمتی از نیروی روانی ابتدایی از دست داد و ذهن خودآگاه هرگز آن ذهن ابتدایی را نشناخته است، زیرا که ذهن ابتدایی در جریان پیدایش و رشد این خودآگاهی متولور که تنها وسیله اطلاع از آن بود دور انداخته شد. با این همه آنچه که ما خودآگاهی می نامیم دارای خواص ابتدایی است که قسمتی از ذهن ابتدایی را تشکیل می داد. همین خواص است که سمبول‌های رویا پیوسته به آن اشاره می‌کنند. چنانکه گویی ذهن ناخودآگاه می‌کوشد که تمام چیزهای کهنه‌ای را که ذهن در جریان رشد خیش از دست داده، یعنی خیالات واهی، خیال بافی‌ها، شکل‌های کهنه فکر، غرایز اساسی و نظایر آنها را دوباره زنده کند. این همان چیزی است که علت مقاومت و حتی ترسی را که مردم غالباً در برخورد با امور ناخودآگاه ابراز و احساس می کنند آشکار می سازد. این محتویات بازمانده بی خاصیت یا بی تفاوت نیستند، بلکه برعکس آنقدر پربارند که شخص را بیش از حد انتظار ناراحت می کنند و حتی می توانند موجب ترس واقعی بشوند. اینها هرچی بیشتر سرکوب شوند، بیشتر به شکل روان نژندی بر سراسر شخصیت گسترده می شوند. همین نیروی روانی است که به آنها این اندازه اهمیت حیاتی می دهد. درست مانند این است که انسانی که در دوره ای از ناخودآگاهی به سر برده است، یک بار تشخیص دهد شکافی در حافظهش پدیدار شده و گویا وقایع مهمی رخ داده است که او نمی تواند بیاد آورد. تا آنجا که او تصور می کند، روح یک امر منحصراً شخصی است و این تصوری عادی است. سعی خواهد کرد که خاطرات ظاهراً گم شده طفولیت را باز یابد، اما شکاف‌های حاصل در حافظه کودکی فقط علائم یک فقدان مهمتری هستند، فقدان روان ابتدایی. همان گونه که جنین تاریخ قبلی خود را تکرار می‌کند، به همان ترتیب ذهن نیز از طریق یک رشته مراحل ماقبل تاریخ تحول می‌یابد. کار عمده رویاها بازآوردن نوعی خاطره ماقبل تاریخ و جهان کودکی است تا به سطح غرایز نخستین برسد. چنین خاطره هایی می توانند همانطور که فروید مدت ها پیش دریافته بود در بعضی موارد اثر درمانی قابل ملاحظه ای داشته باشند. این نکته نظریه ای را تایید می کند که به موجب آن شکاف، آنچه که معمولا فراموشی نامیده می شود، در حافظه کودکی نماینده فقدان یک چیز مثبت است که بازیافتن آن می تواند بر جنبه مثبت زندگی و بهزیستی بیفزاید. چون کودک جسمن کوچک است و افکار خودآگاهانه اش ساده و اندکند، ما پیچ و تابهای دوررس ذهن کودکی را که بر همانندی اصلی آن با روان ماقبل تاریخ استوار است تشخیص نمی دهیم. آن ذهن ابتدایی در کودک درست همانقدر حاضر و هنوز همان اندازه فعال است که مراحل تحول جسم انسان در بدن جنین.
اگر خواننده مطالب مربوط به رویاهای جالب کودکی را که شرحشان را به رسم هدیه به پدر خیش داده بود به خاطر داشته باشد، مقصود مرا در خواهند یافت. در فراموشی کودکی، شخص به تکه‌های اساطیری عجیبی برمی‌خورد که غالباً در روانپریشی‌های بعدی نیز ظاهر می‌شوند. پاورقی روانپریشی سایکوزیس PSYCHOSES ادامه متن. تصویرهایی از این قبیل جنبه روحانیت دارند و از این رو بسیار مهمند. اگر چنین خاطراتی در زندگی بزرگسالی نیز مجددا نمایان شوند، ممکن است در بعضی موارد موجب اختلالات عمیق روانی شوند، در حالی که در سایر مردم ممکن است باعث بروز معجزات درمانی یا تغییرات مذهبی گردند. چون این تصاویری غالباً یک قسمت از زندگی را که مدت درازی گم شده است و حال ممکن است به زندگی انسان معنی و قنا بخشند، باز می‌گردانند. بیاد آوردن خاطرات کودکی و باز آوردن کهن‌الگوهای رفتار روانی می‌تواند افق وسیع‌تری برای خودآگاهی ایجاد کند و وسعت بیشتری به آن بدهد، مشروط بر این که ذهن خودآگاه بتواند محتویات گم شده و بازیافته را جذب و ادغام کند. چون این محتویات بی‌خاصیت نیستند، جذب آنها شخصیت را تغییر خواهد داد، درست همانطور که خود آنها نیز ناچار دستخوش تغییراتی خواهند شد. در این قسمت از آنچه که فرایند تفرد نامیده می شود که دکتر ام ال فون فرانس در یکی از بخش‌های بعدی این کتاب شرح خواهد داد، تعبیر سمبول‌ها نقش عملی مهمی ایفا می‌کند. پاورقی
همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید.